غالب به تحلیلگران خارجی و حتی بسیاری دوستان داخل کشور وقتی صحبت از رژیم بکنن میخوان تعریف بکنن همیشه اسلام تندرو و اسلام به اصطلاح فناتیک و غیر از کلمه اسلام استفاده میکنن که درست هم هست از نظر زبان و استعارات و ولی برای حتی یه آدم کاملا غیر دینی و ناخدا باوری مثل من فکر میکنم که این کافی نیست که فقط رژیم اسلام رو جمهوری اسلامی رو در چارچوب به صراح خرافات و اوهام و افسانه های به صراح قبیلگی اسلامی معرفی بکنیم بالاتر از اینها اینا به این دلیل که این به صراح اینها بر ضد نهضت روشنگری هستند و نهضت روشنگری از اواسط قرن 18 هم در اروپا آغاز شد و اهداف این نهضت بود مهار قدرت کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی و آزادی، تکامل، رواداری و به طور خصوصا در امور فرهنگی و سیاسی. در همین زمان از آغازی که این ماجرا در این نهضت در اروپا شروع شد، زنان در باب نابرابریشون با مردا و مقاومتی که زنان در برابر به اصطلاح شروع شد نهضت آزادی زنان، یعنی سنتی ها همونطور که امروز رژیم ایران زن رو به عنوان عاملی ازش استفاده میکنه برای سرکوب و حاضر به پذیرش برابری، این دقیقا در اروپا هم همینطوری بود. خیلی جالبه که یک ناولیست فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه این اومد قانون اساسی فرانسه رو از نو نوشت و اونجایی که نوشته بودن همه مردان برابرند تغییرش داده بود که همه مردان و زنان برابرند. این انسان که الان اعدامش کردن در زمان روبسپیر گیوتین گذاشتن کشتنش دقیقا به این دلیل. بنابراین وقتی صحبت از این میکنم که رژیم ایران ضد روشنگریه، یعنی اینا با انس برای انسان حق قائل نیستن، برای انسان تکلیف و وظیفه قائلن و تجدد دشمن ایناست. و خمینی در سه عبارتی که گفت 10 تا کلمه روی هم بیشتر نبود ماهیت این رژیم رو و به طور کلی ضد نهضت روشنگری رو نشون بده. اول اینکه گفت دامن کوتاه زن خطرناکتر از ارتش آمریکاست. دوم، ملیگرایی و ملیت بر ضد اسلام و بر ضد ایران و بر ضد چرا اون نمیخواد امت میخواست نه ملت. یعنی امروز دنیایی که 192 ملت تقسیم شده او همه رو میخواست رد بکنه و بیاره تمام دنیا رو بیاره امت بکنه. و سومی هم عبارت معروفش بود که گفت هر مصیبتی که سر ایران اومده از دانشگاهه و به همین دلیل بود که یکی اولین کارهایی که خواستن بکنن به اصطلاح انقلاب فرهنگی بود. یعنی ضدیت با دانشگاه، ضدیت با آزادی زنان و ضدیت با ملیگرایی، این سه تا اصول از قانون اساسی رو هم بخونیم هر سه اصل خیلی روشن در اونجا هست که قانون اساسی دائم میگه که بله آزادی هست، از آزادی بیان هست، آزادی احزاب هست، آزادی این هست، آزادی اون هست، اگر همه‌شون با این جمله تموم میشه که اگر با اصول و شریعت اسلام هماهنگ باشه. کی تصمیم میگیره که با اصول؟ دقیقاً کمونیست هم همینه گفتن، فاشیست هم همینه گفتن، ماویست هم همینه گفتن که همه چی آقا سر باید تعیین بشه با ماو، با استالین، با هیتلر، با خامنه‌ای. ماهیت این رژیم ها رژیم های ماهیتاً رژیم های فاشیستی هست، اگرچه از هر جا که فاشیست به وجود میاد از زبان و استعارات و سنت های همون جامعه استفاده میکنه برای توجیه خودش، برای توجیه خودش. ولی به ماهیتش که برسی، به رفتار و کردار ملموس و مشخص که برسی، شبیه هم دیگر. هیتلر به همون اندازه‌ای منتقد و مخالف خودش رو دشمن میدونست که استالین. هیتلر به همون اندازه‌ای مطلق‌اندیش بود و حقیقت مطلق رو میدونست که خامنه‌ای و خمینی.
و غیر ذالک. بنابراین ما نباید توجه به ایدئولوژی هایی که حرف های قشنگ روی کاغذ میزنن رو بذاریم کنار. برای شناخت یک انسان، برای شناخت یک حزب سیاسی، باید به رفتار و کردار ملموس و مشخص اون انسان و یا اون حزب و یا اون دولت توجه کرد، نه به سخنرانی ها و شعارهایی که میدن. در ایران هم همین رفتار و کردار ملموس و مشخص ولایت مطلق فقیه در این 43 سال نشون میده که این رژیم یک رژیم فاشیستیه و اون چیزی هم که بهش میگن در خارج اسمشو گذاشتن مورال پلیس، که بسیجی ها و لباس شخصی ها در واقع اینا گشتاپوی رژیم ایران هم. دقیقا گشتاپو همون جنایتکارانی بود که به سر یهودی ها چه بلایی می آوردن، گشتاپوی این رژیم هم جنایاتی که سر اقلیت های مذهبی خصوصا بهائیان و یا منتقدین مخالفین خودشون بود. خیلی مهمه که بگیم این فقط اسلام به اون معنا خیلی جاها اسلام دست راستی و اسلام به اصطلاح سنتی هست، ولی اون اسلام سنتی اینا میخوان حاکم باشن به قریب، اگه شما از نظر سیاسی بهشون کاری نداشته باشی اونا هم از نظر سیاسی به شما کاری ندارن. ولی فاشیسم هر دوش باشه، فاشیسم استالینیستی باشه، خمینیست باشه، خامنه ای باشه، هر کی باشه، اینا در حریم خصوصی زندگی مردم دخالت میکنن، میخوان ماهیت رفتار و کردار انسان و اولویت های ارزشی و فرهنگی آدم رو تغییر بدن. یعنی جنایتشون پایان ناپذیره و نتیجه چی میشه؟ درست عکس اون چیزی که میخواستن، درست عکس اون چیزی که میخواستن. خیلی جالبه که 43 ساله که رژیم ایران با تغییر کتاب های دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی و تمام رسانه های گروهی و تمام که خیلی چیزها رو از کتاب خونه آوردن، انتظارش این بود که مثل یک اندوکترینیشن، یعنی بیاد مردم رو به اصطلاح وادار بکنه و یا متقاعد بکنه که از عقاید خودشون، یعنی به تمایلات تجدد طلبی دست بردارن و بیان فاشیست بشن، بیان حزب اللهی بشن. حزب اللهی کلمه دیگری برای فاشیسمه. این نتیجه درست عکس اون بوده و دقیقا این نتیجه عکس خواست اونها بودن و این جوانای ایران به طور اعم و دختران زنان فعال ایران به طور اخص چقدر جالب و تاریخی دارن مطرح میکنن. مثلا تولدت بود عزیزم، امروز میگم شما وطن مبارک.